14 بهمن 1322 من در کرمان دنیا آمدم. مامایی که من رو دنیا آورده یکی از اولین ماماهای اولین دوره هایی بودی که در ایران تحصیل کردم، خانم راسخ، که همیشه اسمش توی ذهن و زندگی ما بود، برای اینکه بعدن هم برادرها و اینها رو دنیا آورد. مادر ما به علت علاقه ای که داشت، من مطمئنم که اگر این امکان ایجاد شده بود براش که تحصیل کنه، همه ما رو پشت سر میگذاشت. مادر من خانه‌دار بود، پدرم گفتم که کارمند دولت در ثبت اسناد، و خاطره ای که از کودکی خیلی برای من موندگار توی ذهنم، مهمانی های پدرم بود با دوستانش و بحث های اون دوره شون. مثلا سالای 1327-28 اینا. یک خاطره خیلی بزرگ که یادم مونده و برام حیرت انگیزه اینه که 6 روز قبل از تولد برادرم دکتر محمد محیط، مادرم در حال راه رفتن روی حیاط خونه بود و یک آجر از زیر پاش در رفت و 4 متر افتاد پایین توی یک جوی آبی که روان بود و هیچ نشد. این یک اتفاقی بود که میتونست سبب حداقل سقط جنین بشه. محمدم توی ما درسش از همه خیلی با فاصله زیاد بهتر بود، که من همیشه میگم که این نبوغت برمیگرده به اون استرسی که به تو وارد شده قبل از دنیا اومدن. من مدرسه رفتن رو از کرمان شروع کردم، در دبستانی به نام دبستان صدیق. آخرین سفری که کرمان رفتم دیدم هنوز این مدرسه سر جای خودش هست، و اینم جالب بود برام که با همون نام هم هنوز این مدرسه بود. سال آخر دبیرستان آمدم تهران و دبیرستان هدف بودم، و از دوره پزشکی عمومی من، خب چند تا استاد هستند که اینا به هر حال در بالاتر از همهشون دکتر غریب، یعنی اول رشته کودکان در ایران، کسی که رشته کودکان رو در ایران ایجاد کرد. فروتنی این آدم، دانش این آدم، و دانشی که بدون این که بخواد خودی نشون بده میتراوید ازش، و دانشی که نفوذ میکرد در دانشجو، اینا چیزایی بود که من در دکتر غریب دیدم و واقعا برام جالب توجه بود. تو کنکور انترنا رتبه نسبتا بالایی آورده بودم، و بچه هایی هم که رتبه های بالا می آوردن برای رشته های مختلف، یه بخشایی بود که مشخص بود میرن. بیمارستان روزبه جزو افراد بالا نبود. بعد من پا شدم و برای تخصصیم گفتم بیمارستان روزبه، و بچه ها شروع کردن هو کشیدن. من اینو یادم نمیره که روانپزشکی از اون موقع تا حالا چقدر فرق کرده و انگی که روی روانپزشکی بود چقدر کمتر شده. من در سال 1347 فارغ التحصیل شدم. 40 وارد دانشگاه شده بودم و 47 فارغ التحصیل شدم. خیلی نزدیک به اون ازدواج کردم با خانم نسرین ستوده، که ایشون هم آشنایی ما از بیمارستان روزبه و اون 3 ماه انترنی بود که من بیمارستان، ایشون نرس روانی بود، و خب به هر حال آشنا شدیم و خیلی هم نزدیک ازدواج کردیم. پایان نامه دوره پزشکی عمومی هم با آقای دکتر بتایی گرفتم، و عنوانش هم بود مکتب اصالت رفتار و روان پزشکی، که الان اینجام هست، که یکی از اولین مقالاتی بود که به فارسی فکر کنم راجع به بیهیویر تراپی نوشته شد، و از کسای زیادی هم کمک گرفتم، من جمله از یک فردی که روی زندگی من تأثیر زیادی گذاشت بعداً بدون اینکه خیلی ببینمش، دکتر آریان پور. ایشون
خیلی دانش جامع داشت و نگاه کلنگر و هولیستیک رو از کسانی که من یاد گرفتم، یکیشون دکتر آریان‌پور بود. و سربازی من در شهری گذشت که اون موقع اسمش بود شاپور آذربایجان و اسم اصلیش سلماس. من در سلماس سرباز بودم و دوران، یعنی افسر وظیفه بودم، پزشک وظیفه بودم، و این دوران مواجه شد با اولین جنگ ایران با عراق، اولین جنگ ایران با صدام در زمان حکومت سابق. تقریبا همه پادگان ما رو فرستادن به، فکر میکنم به جایی بنام پلدشت نزدیک جبهه، و من رو نگه داشتن به عنوان پزشک خانواده توی سلماس، که من بودم اون موقع به جبهه نرفتم. و اون جنگم خیلی زود تمام شد، نرسید به برخوردهای خیلی جدی. در اون سه ماهی که در روان پزشکی بودم در ایران، من انترن بودم و یه فرد خیلی معروف هم رزیدنت بود، آقای دکتر ساعدی، خدا رحمتش کنه، که اون موقع رزیدنت روان پزشکی بود. ما چهارشنبه شبها با هم کشیک بودیم و دکتر ساعدی ساعت 2-3 میرفت، حدود 11 برمیگشت و در بیمارستانم بسته بود. خیلی شبا دکتر ساعدی از لای نرده ها، خب دکتر ساعدی هم یک کمی به هر حال وزنم بالا، از لای نرده ها می اومد و نمایشنامه گاو رو که نوشته بود تبدیلش میکرد به فیلم نامه و کارگردان هم گاهی اوقات می اومدن و به هر حال من در جریان این قرار گرفتم که شاید الان اگر نوشتارهای از زمان دکتر ساعدی پلو کسی باقی مونده باشه، اون قسمتی از اونها در چند صفحه خط من باشه. جدی شدن شعر توی من باز برمیگرده به همون دورانی که با دکتر ساعدی بودم و این تأثیر روی من همیشه بود و بوند. پسر عمه من معاون بهداری استان بلوچستان و سیستان بود و به من گفتش که الان بیا اونجا. منم به عنوان پزشک عمومی رفتم به زاهدان. اون موقع ادغام سطوح متفاوت بهداشتی برامون مطرح بود و بهداشت و تنظیم خانواده، مسئله کنترل جمعیت. میرجاوه اصلا همکاری نمی کرد با طرح بهداشت و تنظیم خانواده و نه به هیچ شکلی اجازه نمی دادن که این طرح عملی بشه. خب اونها هم اکثرشون اهل سنت بودن دیگه، همشون اهل سنت بودن. من یه فکری به ذهنم اومد که به آقای دکتر حقیقت که اون موقع مدیر کله گفتم من یک روز جمعه میخوام یه ماشین به من بدید که من برم به میرجاوه، یه ماموریتی یک روزه. خیلی سعی کرد ببینه من چه کار میخوام بکنم که من نگفتم، ولی یه ماشین گرفتیم و رفتم میرجاوه و من رفتم توی مسجد و ردیف جلو پشت پیش نماز وایستادم نماز. این نماز تموم شد و این آقا برگشت و گفت شما کی هستین؟ و گفتم ما از زاهدان اومدیم و برای بازدید وضعیت بهداشتی اومدیم و اینها، و بعد شروع کردیم با این صحبت کردن و بالاخره رسوندیمش به این که اگر کنترل جمعیت نباشه این کارا رو به خوبی نمیشه کرد، برای همه بچه ها نمیشه کرد. و بالاخره بعد از 2-3 ساعت این آقا قانع شد و این توی ذهن من رفت که بهداشت سطوح متفاوت داره و اگر به صورت کل بهش نگاه نکنیم ما هرگز نمیتونیم یه برنامه بهداشتی خوب بریزیم. از
افرادی که تو جامعه زندگی میکنن و افرادی که روشون مؤثرن شروع میشه و میاد بالا تا یک سطح بسیار تخصصی. اگر همه این مجموعه وجود نداشته باشه ما نمیتونیم خدمات بهداشتی درستی ارائه بدیم. سال دوم زاهدان بود که شروع کردم برای امتحان ECFMG خوندن. تا اون زمان اصلا فکر نمی کردم با امریکا رفتن، ولی یک مرتبه ازدواج کرده بودم و همه این چیزا من رو نسبت به این مسئله چیز کرد که بد نیست که اگر بشه در یه جای مناسبتر، یعنی جایی که دانش بیشتری داره رفت و تخصص گرفت. برای تحصیل توی آمریکا برای پزشکی تخصصی اول یه دوره انترنی بود، یه دوره انترنی که 4 بخش داشت. 3 ماهش داخلی بود، 3 ماه جراحی، 3 ماه تخصصی و 3 ماه یا کودکان و یا زنان. 3 ماه تخصصی رو من اونجا روان پزشکی نمیتونستم بگیرم، چون یک نفر روان پزشک بود و اصلا بخشی نداشت بیمارستان. من نورولوژی گرفتم و خوبم بود. 2 نفر از اساتیدی که اونجا روی من خیلی تأثیر گذاشتن، یکی دکتر وولپی بود که بنیانگذار بیهیویر تراپی مدرنه و همه میشناسن، و یکی دکتر چارلز شاگس که اوکت برین پوتنشل رو، اصلا یکی از آدمای بزرگیست که این مسئله رو اصلا اختراع کرده. تصمیم به بازگشت به ایران رو من میتونم بگم تحت تأثیر عوامل مختلف گرفتم که شروع جریانات تغییر در ایران یکی از عمدترین اون عوامل بود. اگه نه واقعا من در اون موقع کار خوبی داشتم. من در اون موقع در حد استادیار دانشگاه تمپل بودم، توی همون بیمارستانی که تحصیل کرده بودم و میخواستن که من بمونم. یک عامل دیگه هم این بود که شنیده بودم انجمنی به نام انجمن توانبخشی تشکیل شده و برای در حقیقت اینتگریشن، برای حالا ادغام به شکلی که بعداً پیش آمد اون یه چیز دیگه بود، ولی برای ایجاد کامیونیتی منتال هلث سنتر داشت کار میکرد. و من این رو بگم که دکتر سیاسی خدمت بزرگی رو به بهداشت روان در این مملکت با شروع این اپروچ کرد. این رو من شنیده بودم و از طریق رابطه با دکتر انوشیروانی که قبل از من آمده بود تشویق شدم که بیام ایران. روز 18 مرداد 1357 همراه با آقای دکتر سیاسی، خودش آمد همراه من، رفتیم مرکز روانپزشکی رازی و ایشون من رو به عنوان مسئول آموزش رزیدنسی در مرکز روانپزشکی رازی معرفی کرد و من کارم رو در ایران از اونجا شروع کردم. مسئله عمده عبارت از این بود که ما یه سیستمی ایجاد کنیم در بیمارستان که توجه به مریض ها وجود داشته باشه و در این حال افرادی که میخوان برن توی تظاهرات به یه ترتیبی برن که توجه به مریض ها از بین نره. این هم یکی از اون کارهایی بود که آسون نبود واقعا. من اونجا بودم تا اینکه یک روز آقای دکتر، مرحوم دکتر سامی که وزیر بهداری بود، من رو خواست و ایشون گفتن که چند نفر رزیدنت ها آمدن و میخوان که تو مسئول قسمت های آموزشی و پژوهشی انجمن بشی. و منم عیناً این جمله رو به ایشون گفتم که من با آقای دکتر فرد
که این مسئولیت رو الان به عهده دارن مشورت میکنم. اگر این مسئله مورد تایید دکتر فرد بود باش، اگه نبود نمیدونم. و همون شب رفتم، یادم میاد که دکتر فرد هم در منطقه گیشا میشستن اون موقع، و نشستم و جریان رو صحبت کردم و دکتر فرد هم با نهایت صمیمیت گفتش در مرحله فعلی اگر یه فردی مثل تو باشه شاید بهتر بشه. تشکیل انستیتو مواجه شد با شروع یک برنامه بسیار مهم در بهداشت کشور، و خیلی جالبه که این برنامه ها همه در زمان جنگ شکل گرفت. و اون برنامه عبارت بود از تشکیل یا گسترش دادن خدمات بهداشتی اولیه، پرایمری هلث کیر در کشور. البته از نظر تاریخی لازم هست گفته بشه که در یکی دو طرح به اصطلاح پایلوت یا اولیه در زمان قبل از انقلاب خدمات بهداشتی اولیه شروع شده بود، ولی افرادی که این کارو کرده بودن اینها هنوز در وزارت بهداشت بودند. دکتر ملک افضلی، دکتر شادپور، دکتر پیله رودی، اینها کسانی بودند که فکر خدمات بهداشتی اولیه رو داشتند. و بعد از انقلاب این تبدیل شد به استراتژی وزارت بهداشت، و وزرایی که برای تبدیل این به این استراتژی کمک کردند، دکتر مرندی و دکتر ملکزاده، بسیار اهمیت داشتن. این باید گفت تصور و اندیشه ادغام بهداشت روان در خدمات بهداشتی اولیه از سازمان جهانی بهداشت آمد. من از طرف وزارت بهداشت شدم مهماندار اولیه آقای دکتر ویگ. آقای دکتر ویگ هم خودش بنیانگذار برنامه های ادغام بهداشت روان در خدمات بهداشتی اولیه بود در هندوستان. سفر آقای دکتر ویگ به ایران سبب شد که سه نفر، آقای دکتر ابوالقاسم حسینی از خراسان، آقای دکتر جعفر بلهری از انستیتوی روانپزشکی تهران و بنده به عنوان مسئول انستیتو، سه نفر یک ماه از طرف سازمان جهانی بهداشت رفتیم به هندوستان برای دیدن اون کارهایی که اونا کرده بودن. این کار یک بخش عمدش هم در مدارس بود و در جاهای دیگه که به هر حال یه ایده ای به ما داد. و ما آمدیم به ایران، اجلاس بهداشت روان منطقه مدیترانه شرقی قرار شد در اصفهان تشکیل بشه و این اجلاس تشکیل شد. جایی رو که بازدید کردن اون جایی بود در شاهرضا که همکاران اصفهان خیلی روش کار کرده بودن، و منم چند سفر رفتم و حضور آقای دکتر بلهری و سابقش هم در اصفهان به این کمک کرد. یک برنامه دیگه هم به عنوان برنامه اولیه یا پایلوت در شهر کرد اجرا شد به وسیله دوست بسیار ارجمند ما، دوست بسیار پرکار ما، دانشمند ما، مرحوم دکتر شاه محمدی که متاسفانه در سقوط هواپیمایی که به شهر کرد میرفت در اون سالها از بین رفت، و یا فعالیت‌هاش برای شکل بخشیدن به این ادغام واقعا تاریخی است. و اما موفقیت برنامه ادغام در ایران که یک مرتبه تمام استانها رو گرفت،
یعنی واقعا در فاصله زمانی کوتاهی 19,000 بهورز آموزش دیدن، 8,000 پزشک عمومی آموزش دیدن در فاصله یک سال یا دو سال، و اینها در سر تا سر کشور در کنار خدمات دیگری که ارائه می دادن شروع کردن به ارائه خدمات بهداشت روانی. و سازمان بهداشت جهانی این رو دید و البته خیلی در ایران بودن که روی این مسئله کار کردن، خیلی بیش از منم شاید کار کردن، اما به دلایل مختلف که من مسئول این کار بودم، شاید زبان رو میدونستم، نمیدونم، دلایل متفاوتی که دارن، به من پیشنهاد دادن. آقای دکتر ویگ در حال بازنشستگی بود و به من پیشنهاد داده شد که من برم به مصر و مسئولیت مستشاری بهداشت روانی رو به عهده بگیرم. و خب آسون نبود، ولی تصمیمم رو گرفتم. فکر کردم تجربه‌ای که توی ایران به دست آمده باید منتقل بشه توی این منطقه، و خیلی کشورها هستن که نیاز دارن این تجربه در اونجا به هر حال شکل بده به برنامه هاشون. و بعد آمدم دوباره به انستیتو، و در انستیتو بود که در زمان ریاست شما من بازنشسته شدم، و هرگز هم فراموش نمی کنم جلسه ای رو که برای به هر حال وداع با من گرفتید.